تغییر آوردن در نام و دیلیت کردن نام که قبلا ساخته شده است بسیار ساده می باشه. در فرمولا بیاین بالای نیم منیجر کلک کنین، ببینین در این جمع در این تیبل نام های مختلفه و هر کدام اینا دادیم. در اینجا با ما شما لست شد تمام نام ها در نیم منیجر. شما میتونین در هر کدام از این تغییرات وارد کنین. مثلا ما میخواهیم که برانچ اول ببینم که چیز در اینجا وجود داره. وقتی کلکش میکنم ببینین ولیو ای را نشان میده، 1000 2300 در برانچ اول، برانچ اول 1000 2300 این ولیوش است. رفر تو با کدام سل ها رفر شده یا با کدام سل مراجعه شده و اینی سکوپ اینمی چیز چی است و کامنت داده شده یا نه. نخیر، خب ما میخواهیم که امی نام ازی را تغییر بتم، نام ازی را برانچ یک به عدد بسازم. خب انتخابش میکنم، ادیت کلک میکنم، وان پاک میکنم، برانچ یک نوشته میکنم. میتونم کامنت ها میچه اضافه کنم، This is branch 1. خب فقط شما نمیتونین که سکوپ تغییر بتین، دیگه هر کار را انجام داده میتونین. خب اینجا ببینین در اینجا یک غلطی وجود داره. دوباره کلک کنین، کلاپس بزنین، برتان نشان میده که چی غلطی وجود داره. از B5 الا D5 دی را ما نمیخواییم باشده ایش. خب یارا ما میخواییم پاک کنم، همیش کوشش کنین که ایره پاک کنین، اثر نوشته کنین ایشه که بدون غلطی باشه. اثر اینمی خانه را برش انتخاب میکنم، کلاپس میکنم، اوکی میکنمش. به می شکل میخواییم که یک تغییر دگر بیارم ایجا. مثلا میخوایم کامنت از ایره تغییر بتم، ادیت کلک میکنم، ورکشیت را پاس میکنم، شیت نوشته میکنم. خب دیگه چیزایش صحیح است، اوکی میکنم میشه. دیگه یک غلطی بسیار دیگه که اضافه شده در اینجا عبارت است، اینی برانچ 2 می باشه. در برانچ 2 یک غلطی وجود داره که برانچ 2 خود تنها رنت و سلری اینی قسمت است، قسمت های دیگه هم که انتخاب شده، از B6 الا C8 است. C8 نه، C6 میتازه میشه. غلطی دوباره جور شد، اوکی میکنیم، این حاله درست شد. این بود ادیت کردن. اگه خواسته باشین که بعضی از شیتا را بعض از نام ها را دیلیت کنین، میتونین دیلیتش کنین. مثلا اگه خواسته باشین که سکوپ از ایره تغییر بتین، مشکل است از طریق ادیت نمیشه. شما چی میکنین؟ انتخابش میکنین، دیلیت میکنین. نشه yes. میخواهیم که اینال یک دانه جدید به نام برانچ 4 جور کنیم. نیو برانچ 4. کامنت ها میتونیم برش بتین، سکوپش ورک بوک است، درست. خب کدام قسمت از سل هاست ایره پاک میکنیم، میتونیم کلاپسش کنیم، برانچ 4 را برش انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم میشه. در نیم اضافه شد. به این شکل ما میتونیم دیگه چیزها را هم دیگه اضافه کنیم. خب یک چیز دیگه ما میخواییم اضافه کنم که مثلا ما میخواییم که یک نیم دیگه اضافه کنیم. نیو بنامه total of دیگه ما نمیتونیم فاصله را اضافه کنیم. اگر میخواییم فاصله اضافه کنیم از underscore کار بگیرین. total rent یک جای نوشته میکنیم میشه. workbook درست است. خب اینجا رنت میتونیم و شما قسمتش انتخاب کنیم یا را پاک میکنیم، اثر اینی قسمت برش میتونیم انتخاب کنیم. خب نه، ما نمیخواییم این کار شوه، تنها سل نباشه، میخواییم از یک فانکشن هم کار داشت بگیرم، سمش برای مساوی سم اینی قسمت و اوکی. میخواییم که سم سالاری هارم بکشم. نیو توتل سالاری تیشه درست میکنم، ایره اثر پاک میکنم، مساوی سم کدام قسمت؟ اینی قسمت. شیت اول اینی قسمت رو برش انتخاب کنیم، قوس بسته میکنیم و اوکی میکنیم میشه. خب اینال وقتی که مساوی نوشته کنیم، توتل رنت توتل سالاری. خب توتل رنت اگر نوشته میکنیم مساوی توتل رنت و نوشته شده انتر میکنیم، جواب نهایی را با شما میده، مساوی توتل سالاری. در اینجا فرمول سم ضرور نیست، بخاطر که پیش از پیش در دیفاین نیم ما شما برش نام داده بودیم، فانکشن اضافه کرده بودیم، ضرورت نیست. این حالا راستان جوابش مبرایه، اونمو نامی که هست میتونیم ما شما ایره جور کنیم میشه، راستان جوابش در نیم اضافه کنیم.
خب اگه خواسته باشین دیلیت کنین میتونین دیلیتش کنین. دیگه چیزی که هست فیلتر هست، میتونین ما شما بعضی فیلترها رو اجرا کنین. مثلا میخوایم فقط اونمو نامه را نشان بده که مربوط کل ورک بوک میشه، اسکوپش ورک شیت میشه، ایش ورک شیت هست دیگه، ایش ورک بوک میشه. به این شکل میشه یگان سلای که ایرور داشته باشه اضافه کنیم که دیلیت شده باشه پس بیشتر، و میتونیم ما شما او نامایی که بدون ایرور باشه کلش نشان بدیم برای ما شما. دیفاین نیم اون نامایی که دیفاین شده